سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. دکتر ربیعی هستم و امروز اطلاعاتی رو در مورد آنتی هیستامین کلماسین با شما به اشتراک میذارم. کهیه یک واکنش آلرژیک حاد یا مزمنه که با سرخی پوست و خارش بسیار زیاد در تمامی نقاط بدن همراهه و به صورت دانه های کوچک یا به شکل برجستگی های وسیع تر و گاهی به صورت تاول خودش رو نشون میده. کهیه معمولا بر اثر واکنش بدن در برابر آزاد شدن مواد هیستامینی ایجاد میشه. داروی کلماسین یک آنتی هیستامین آرامش بخشه و معمولا برای از بین بردن آلرژی هایی مثل تب یونجه، کهیر و شرایط پوستی آلرژیک حاد به کار میره. داروی کلماسین اثر هیستامینی رو مهار میکنه و سبب کاهش علائم آلرژی میشه. داروی کلماسین در مواردی مثل آلرژی، تب یونجه، رینیت، کهیر، اگزما، خارش، بوسورات پوستی و همچنین به عنوان درمان کمکی شوک آنافیلاکسی استفاده میشه. داروی کلماسین به صورت قرص‌های 1 میلی گرم و آمپول‌های تزریقی 2 میلی گرم در داروخانه‌های کشور موجوده. میزان مصرف این دارو در بزرگسالان معمولا به صورت یک قرص هر 12 ساعته و حداکثر مقدار مصرف این قرص 6 میلی گرم در طول روزه. داروی کلماسین با غذا تداخلی نداره، اما بهتره که این دارو همراه با غذا یا بعد از غذا مصرف بشه. در مدت درمان با این دارو از تغییر وضعیت ناگهانی خودتون خودداری کنید. این دارو حساسیت بدن شما رو به نور خورشید بیشتر میکنه. تا جایی که ممکنه از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری بکنید. در مدت درمان با این دارو از مصرف الکل و فراورده های الکلی اکیداً خودداری کنید. داروی کلماسین باعث خواب‌آلودگی و گیجی میشه. بنابراین از رانندگی و کارهایی که نیاز به تمرکز و احتیاط زیادی دارن خودداری کنید. کلماسین در کودکان زیر 12 سال توصیه به مصرف نمیشه. از عوارض این دارو میشه به خواب‌آلودگی، سرگیجه، سردرد، یبوست، دلپیچه، تاری دید، اختلال حواس، خشکی دهان، بینی یا گلو اشاره کرد. از جمله داروهایی که با داروی کلماسین تداخل دارن میشه به آنتی هیستامین های دیگه مثل سیتریزین و دیفنهیدرامین، داروهای خواب‌آور یا ضد اضطراب مثل آلپرازولام، دیاسپام و همچنین زولپیدم و شل‌کننده های عضلانی مثل باکلوفن و تیزانیدین اشاره کرد. داروی کلماسین در گروه بی بارداری قرار میگیره و مصرف اون در بارداری فقط در صورت نیاز و تحت نظارت پزشک مجازه. این دارو وارد شیر مادر میشه، بنابراین در دوران شیردهی توصیه به مصرف نمیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اینجا براتون یک ویدیوی پیشنهادی گذاشتم که با کلیک کردن بر روی اون میتونید اون رو تماشا بکنید و اگه سوالی در مورد این ویدیو یا داروهای دیگه داشتید اینجا کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهش جواب میدم.